خدمت بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود اعلام بکنم که در این قسمت تصمیم داریم بپردازیم به حواشی ریز و درشت ورزش ایران با دوست خوبم مهدی رستم‌پور، خبرنگار خوب ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. یکی دوتا موضوع هست که باید بهش بپردازیم، اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم مقصدم از طرف خودم و همکارانم آرزوی سلامتی و طول عمر بکنم برای امام علی حبیبی، قهرمان اسبق جهان المپیک در کشتی آزاد که هم دوره جهان پهلوان تختی هستن و واقعا اون قهرمانی هاشون موندگار چند روزی که در ساری در بستر بیماری قرار گرفت، در بیمارستان بستری شدن. آقای رستم‌پور، امیدواریم که خانواده کشتی همچنان استفاده بکنه از تجربیات آقای امام علی حبیبی و امیدواریم که به سلامت از بیمارستان مرخص بشه. چه اطلاعات و اخباری از امام علی حبیبی دارید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیر خسرو جردی عزیز و همکاران خوبت که زحمت میکشن برای تهیه و تدوین این برنامه. خوشبختانه حبیبی مرخص شده از بیمارستان و به خونه برگشته و به هر حال چهره بزرگیه در ورزش جهان، حتی به این خاطر که غیر از سوابق و افتخارات درخشانی که کسب کرده، میلان ارسگان رئیس سابق فدراسیون جهانی کشتی خودش این رو اعتراف کرده که من از تماشای سبک مبارزه امام علی حبیبی به این نتیجه رسیدم که قوانین کشتی باید تغییر کنه و قوانینی که از دهه 70 میلادی به بعد تو دنیای کشتی اعمال شد در واقع نشأت گرفته از شیوه مبارزه امام علی حبیبی بود و اون چه که الان تو دنیای کشتی ما باهاش مواجهیم ادامه ایست بر اون چه که دلاورانی مثل امام علی حبیبی پایه‌گذاری کردن و مجاب کردن فدراسیون جهانی رو در اون مقطع تا قوانین کشتی رو تغییر بده و کشتی امروزین سنگ بناش رو بزرگ مردانی مثل ببر مازندران یعنی امام علی حبیبی بنا گذاشتند. بسیار ممنونم. واقعا امیدواریم که امام علی حبیبی سالیان سال زنده باشند و موفق و فدراسیون کشتی و خانواده کشتی استفاده بکنه از تجربیات این بزرگ مردی که به قول مهدی رستم‌پور هم در دنیا هنوز که هنوز از قهرمانی‌ها و سبک‌های خاص امام علی حبیبی صحبت میشه. خب آقای رستم‌پور، با هم صحبت میکردیم که چه بحثی رو در برنامه داشته باشیم، متفق القول رسیدیم به بحث آقای مایل کاهنی که تو این چند سال هم داریم میبینیم که همیشه منتقد بوده و انتقاد سازنده، انتقاد درست خیلی خوبه، میتونه به رشد و توسعه ورزش حالا خصوصا فوتبال هم کمک بکنه. اما بالاخره میخواستم از شما چند تا سوال در این باره بکنم که بالاخره دستی در آتش دارید، مطبوعات و رسانه ها رو رصد میکنید، مطلب مینویسید. آقای مایل کاهن و اون همفکران آقای مایل کاهن دنبال چی هستن؟ بالاخره یه زمانی از شما یه انتقادی میکنید، یه ای بی رو در یه سیستم میبینید، واقعا انتقاد درست که میکنید اون سیستم میره به سمت رفع اون مسئله. میخواستم از شما بپرسم فلسفه آقای مایل کاهن در این باره چیه؟ در این مبحث من میخوام در مورد شیوه نقد آقای مایل کاهن نسبت به مسائل روز ورزش صحبت کنم و در واقع صحبت‌های من نقدی است بر روش نقادی آقای مایل کاهن که ما خاطرات خوبی ازش داریم در جام ملت‌های 1996، اما از اون تاریخ به بعد دیگه خاطره خوبی از خودش به جا نگذاشته، نه در زمینه مربیگری که علی دایی اشاره کرد به تندیس پنج طلایی به خاطر سقوط پنج تیم به دسته پایین‌تر توسط آقای مایل کاهن، همچنین ناکامی تیم امید در مقطعی که سرمربی بود، و به هر حال خیلی سخته که شما تیمی مثل فولاد خوزستان که قهرمان لیگ برتر میشه رو فصل بعد تحویل بگیری و فوق‌العاده نشدنیه که بتونی اون مجموعه رو با اون پتانسیل باعث بشی که صعود کنه به دسته پایین‌تر. به هر حال این تو کارنامه آقای مایل کاهن ثبت شده. اما از این موضوع که بگذریم، بخشی از اظهارات آقای مایل کاهن درسته، یعنی نقدی که میکنه منطقیه، دربارش ما بحثی نداریم، اما این بخش فقط شاید درصد بسیار کمی از روش نقادی محمد مایل کاهن باشه. در باقی اوقات باز یک قسمتی از صحبت‌های او اصلا جای صحبت باقی نمیگذاره، اینکه مثلا ملیت افراد رو تغییر کردن که مثلا کیروش
پرتغالی نیست، موزامبیکیه. این چنین صحبتی، خب میدونین آقای خسرو جردی اگر اینجا مثلا در اروپا شما در مورد یک فوتبالیست یا مربی اینطور صحبت کنید، حتی میتونه مجازات زندان رو هم در پی داشته درسته. باشه. ولی این بخشی از نقد آقای مایلیکوان، اهانت به ملیت افراد، و شاید از نظر آقای مایلیکوان مثلا موزامبیکی کمتر از پرتغالیه که به هر حال اصلا از این بخشش میگذریم. یا یه قسمت دیگه ای از روش نقد آقای مایلی کوهن اینه که مثلا فلانی کیروشی پوره. اما چند تا آیتم داره آقای مایلی کوهن به شکل ثابت در برنامه های تلویزیونی ازش استفاده میکنه، من به مرور و به سرعت بهش اشاره میکنم. یکی بحث این که مربی های خارجی میان بی احترامی میکنن به مربی های داخلی. در این زمینه خود آقای مایلی کوهن به نظر میرسه که پیشتازه، یعنی نمیتونه به عنوان یک عالم بیعمل در واقع در این زمینه بحثی رو مطرح کنه. نمونهش اون یادداشتی بود که نوشت و بحث گروهبان قندلی رو مطرح کرد. نمونه دیگهش سالها رفت و آمد به دادگاه با علی دایی بود که در نهایت به زندان منتهی شد. یا اون جنگ لفظی که با فیروز کریمی به راه انداخت. در این زمینه محمد مایلی کوهن پیشتازه و این مربی های دیگه هستن که میتونن روش او رو نقد کنن. بعد مبحث بازیکنهای امید رو مطرح کرد که بازیکن تیم امید کیروش داره در واقع اهانت میکنه به ما که مثلا بازیکن امید رو میگه بازیکن تیم ملی. این یه صحبتی هست چون آقای خسرو جردی سایر مربی هم به این موضوع اشاره کردن. کیروش اشتباه نمیگه که تمام دنیا اولویت با تیم ملیه. الان مثلا شما مارتین اودگارد 16 ساله اگر برای تیم ملی نوجوانان یا جوانان نروژ بازی کنه حق با مایلی کنه، ولی امکان نداره. اون دیگه بازیکن تیم ملی بزرگسالان نروژ، مقابل کرواسی هم در مسابقات مقدماتی یورو اخیراً به میدون رفت. فرقی نمیکنه 16 سالش باشه یا 19 سالش باشه، اگر تیم ملی بزرگسالان دعوت کنه اولویت با اونه. یا مثلا ماریو گوتسه مگه برای تیم امید آلمان بازی میکنه؟ نه، بازیکن تیم ملی آلمانه و اگر تیم ملی نخواد اولویت با بقیه ردهای سنیه. یه مثال جالبتر مثلا هری کین امسال با تاتنهام گل کاشت دیگه، یعنی در بله. جدول گلزنان لیگ برتر هم بعد از کاستاف کنم دوم شد. سابقه ملی نداشت، حتی به تیم ملی هم هنوز دعوت نشده بود که باشگاه تاتنهام خودش اعلام کرد که اگر تیم ملی دعوتش کنه ما دیگه هری کین رو به تیم امید نمیدیم. همین اتفاق هم افتاد، دعوت شد و جلوی لیتوانی فکر کنم اولین بازیش رو انجام داد، گلم زد. یعنی از این مثالا بیشمار میشه زد. کیروش اشتباه نمیگه، میگه اولویت با تیم ملی، ولی در نهایت خب اون بازیکن‌ها رو هم دادن به تیم امید که اگر نمیدادن و شکست می‌خورد تیم امید، تمام کاسه کوزه‌ها سر کیروش می‌شکست. ولی دیدیم که با جهانبخش و آزمون هم این تیم مقابل عربستان در استادیوم آزادی ناکام موند. یه مبحث دیگه این که مدام اشاره می‌کنه من میتونستم وزیر ورزش بشم تو این مملکت. خب این اگر شما نشدید تقصیر مردم و تقصیر مخاطب که نیست، این یک. و بعدم آقای مایلی کوهن شما پستای بزرگی گرفتید در ورزش ایران به اندازه خودتون. خب دستیار بهمن صالح نیا بودید در تیم ملی جوانان، بلافاصله سرمربی تیم ملی بزرگسالان شدید، سرمربی تیم امید شدید، در دفتر امور مشترک فدراسیون ها بودید. خیلی ها متخصص ورزش بودن، قهرمان بودن، خانه نشین شدن تو این ورزش، ولی شما مسئولیت های مهمی رو بر عهده داشتید. اگر هم وزیر ورزش نشدید الان کسی با افکاری دقیقا مشابه شما وزیر ورزشه، حالا چه فرقی میکنه؟ حالا یه شفاف سازی هم به سبک نه آقای مایلی کوهن ولی با سند ما انجام بدیم در اینجا در خصوص مسئولیت آقای مایلی کوهن در تیم امید. وقتی که مایلی کوهن به زندان رفت، خب خود ما هم خیلی ناراحت شدیم. من مثلا نقدای انتقادی نوشتم که ای کاش به اینجا نمی کشید و ناراحت هم شدم و مثل شما مثل هر کسی این اصلا باب طبع ما نیست. درسته. و جامعه ورزش هم عموما نپسندید که مایلی کوهن به زندان رفت. ولی مایلی کوهن رو وقتی داشتن می بردن اوین، محمد خاکپور همراهش بود. خب تو اون مقطع زمانی نظر فدراسیون این بود که کرانچار بشه سرمربی امید، نظر کمیته المپیک هم این بود که وحید هاشمیان بشه سرمربی تیم امید. اما ما دیدیم که وقتی که اولا مایلی کوهن زود از زندان اومد بیرون و محمد خاکپور شد سرمربی تیم امید، کرانچا رو گفتن عرق خوره، وحید هاشمیان اصلا با وجودی که با کیومرث هاشمی هم یه ملاقاتی داشت ولی
به نتیجه نرسید اون ماجرا، و محمد مایلی کوهن هم اومد کنار تیم امید قرار گرفت. و البته قبلش تو آرشیو سایت وزارت ورزش هست یه مصاحبه ای با محمد مایلی کوهن انجام دادن که به شدت از تمام برنامه های وزارت ورزش و آقای گودرزی حمایت کرد و فدراسیون فوتبال رو کوبید به معنای واقعی کلمه، و هر کسی که از وزارت ورزش انتقاد کرده رو. یه مصاحبه خیلی عجیبیه که سایت خبر آنلاین همین رو بازنشر کرد، و حاصل این مصاحبه این بود که محمد مایلی کوهن اومد کنار تیم امید قرار گرفت. محمد مایلی کوهنی که تیم امیدی که 2002 قهرمان بازی‌های آسیایی شده بود رو با اندکی تغییر تحویل گرفت، و اون تیم امید نتونست جواز المپیک 2004 آتن رو به دست بیاره. خب بعد آقای مایلی کوهن با تیم امید محمد خاکپور حتی یه جلسه هم در اردو جزیره کیش حضور نداشت. چطور آقای مایلی کوهن میاد رو نیمکت این تیم میشینه و البته نتیجه هم نگرفتن؟ این موضوعیه که محمد مایلی کوهن باید بهش پاسخ بده، یعنی روش هایی که مایلی کوهن باش به تیم ملی میرسه در دوران مختلف، یا به باشگاه سایپا میرسه در دورانی که مهرداد بزباش اونجاست و در واقع سایپا در اختیار دولت احمدی نژاده. این موضوعاتیه که مایلی کوهن از کنارش بی تفاوت میگذره و صرفا به عنوان نقد دیگران رو با همین لحن هدف قرار میده. یه مورد دیگه هم باز مایلی کوهن مدام بهش اشاره میکنه که من شما تو تلویزیون به ما هم وقت بدید، تلویزیون در اختیار نمیدونم کیه، او این سازمان صدا و سیما در اختیار کیه، در اختیار کدوم ارگانه؟ شما ما بابک بابان و پیمان اسدیان استخدام صدا و سیما هم، ولی ما شما رو از اونها بیشتر میبینیم آقای مایلی کوهن. بهرام شفیع رو ما هفته یک بار در تلویزیون میبینیم، ولی محمد مایلی کوهن هر روز در تلویزیون در برنامه‌های مختلف با یه لحن طلبکارانه، که این روش خوبی نیست. و در نهایت میخوام صحبتامو به این جملات ختم کنم که آقای مایلی کوهن میگه که مثلا من 30 سال در ورزشم، حق دارم بیام حرف بزنم، به اندازه کافی تریبون در اختیار ایشون هست، هر روز تو خبرگزاری ها صحبت میکنه، در صدا سیما هست. ولی آقای مایلی کوهن شما 10 سال دیگه سابقه 40 سالتون در ورزش میشه 50 سال، ولی گاهی اوقات نسبت معکوسی وجود داره بین سابقه حضور افراد در ورزش و اعتبار و آبرویی که اونا دارن، و به نظر من این مسیر معکوس رو آقای مایلی کوهن پی گرفته. و شما در هیچ فدراسیون فوتبالی در دنیا پیدا نمی کنید که کسی که در تیم ملی امید مسئولیت داره علیه مسئولین تیم ملی یه رده سنی دیگه هر روز مصاحبه کنن، و به نظر من این از بیکفایتی فدراسیون فوتباله که چنین اجازه ای رو به آقای مایلی کوهن میده، که به عنوان کسی که حکمم گرفته، تا پیروز میگم من حکم ندارم در تیم امید، ولی حکمم گرفته و دیگه در این زمینه صحبتی نمیکنه، که این هم باز از عجایب فوتبال ایران. جالب الان محمد خاکپور داره مصاحبه میکنه، میگه من با این وضعیت نمیمونم، ولی دریغ از یه مصاحبه حمایتی از جانب آقای مایلی کوهن در حمایت از خاکپور. ولی از رده سنی بزرگسالان و تیم ملی بزرگسالان هر روز انتقاد میکنه، در شرایطی که به هر حال این خواسته ایه که متاسفانه وزارت ورزش داره، و به اعتقاد من با دلایلی که برشمردم حکم آقای مایلی کوهن هم و حضور او در تیم ملی امید هم صرفا به خاطر فشار وزارت ورزش بود، و الا فدراسیون فوتبال هم چنین تمایلی نداشت. بسیار ممنونم. بینندگان از دو ارجمند داریم بحث میکنیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزش از کوپنهاگ دانمارک. این حق رو قائل هستیم برای مایلی کوهن که بیاد و از خودش دفاع بکنه، توضیح بده. من گشتم ولی پیدا نکردم، یعنی دوستانم از خواهش کردن که آقای مایلی کوهن دعوت بکنیم تو برنامه، پیدا نکردم. اما مطمئنم اگه این فرصت ایجاد بشه ایران فردا این وقت رو با آقای مایلی کوهن میده که از خودش به دفاع بکنه، با آقای رستم‌پور بشینیم بحث بکنیم، ببینیم که آقای مایلی کوهن چه جوابی داره که در پاسخ به توضیحات کارشناس و برنامه آقای رستم‌پور بده. آقای رستم‌پور تو لحظات پایانی می‌خواستیم بپرسیم که این داستان خصوصی سازی چی شد؟ این سر کار موندن واقعا یک ساله ای که هواداران فوتبال واقعا سر کار موندن، دولت میخواد واگذار بکنه نمیخواد، یا بحث انتخابات مجلسه که امسال است و اصولگرایانی که مقابل دولت قرار گرفتن و از این دو تا باشگاه دارن استفاده ابزاری میکنن. جالبه میگن نقل و انتقالات شروع بشه، برن دو تا تیم خودشون ببرن، در حالی که هیچ عقل سلیمی حکم نمیکنه که یه اسپانسر بیاد دو ماهه و بخواد هزینه بکنه. من به نظرم این فصل نقل و انتقالات هم به راحتی از دست خواهند رفت. نظر شما چیه آقای رستم‌پور؟
حتما همین اتفاق میفته امیر جان. کی یادشه که ما با مثلا باشگاه های عربستانی بازی کنیم و ستاره باشگاه ما مهدی طارمی بیاد بگه ما همون 10 دقیقه اول فهمیدیم که حریف الهلال نمیشیم. این یه فاجعه است و متاسفانه اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داد باعث شد که اوضاع پرسپولیس به اینجا کشیده بشه. الان هم اگر خب وزارت ورزش میگه من پول نمیدم برای نقل و انتقالات، اصلا پولی ندارم که بخوام بپردازم، در چنین شرایطی بازیکنان نمیمونن و جذب باشگاهایی میشن که پول میدن، سر وقت میدن و پرسپولیس هم نمیتونه یارگیری کنه. من مثلا خوندم برای باشگاه استقلالم عنایتی، طالبلو، سلیمان فلا اینا فقط 25 میلیون تومان گرفتن. شما در لیگ پینگ پونگ هم با این مبالغ دیگه نمیتونید نفر جذب کنید و این وضعیتیه که مسببش دولته و به هر حال یه فاجعه است متاسفانه. امیدواریم این شرایط تغییر کنه، چون اگر این که البته خب تغییر هم نمی کنه دیگه، یعنی سازمان خصوصی سازی گفت 2 ماه تنفس که یعنی تا پایان فصل نقل و انتقالات. آقای رستم‌پور یه روزی هم بشینیم درباره نقش آقای امیررضا خادم که واقعا یه زمانی میگفتن با آقای گودرزی بهترین هیئت مدیره تاریخ پرسپولیس رو انتخاب کردیم، از فردای اون روز درگیری و جنجال شروع شد. من فکر میکنم مقصر اصلی این بلبشو این بلوا در این دو تا باشه خصوصا پرسپولیس نقش اولش امیررضا خادم داره با اون دوستایی مثل امیررضا سیاسی و کسای دیگه. بشین یه برنامه بحث بکنیم که امیررضا خادم چی از جونه واقعا دو تا باشگاه میخواد. یه طرف هم آقای گودرزی میگه ایشون رو من تحمیل کنم. ببین اصلا صحبت های گودرزی درسته، امیررضا خادم تحمیلیه، این چیه داستانش واقعا؟ من فقط یه جمله بگم که امیررضا خادم یه مهرس فقط اینجا، یعنی شما فکر کنید الان امیر خادم از وزارت ورزش بره، وقتی که وزیر صنعت تلویحا اشاره میکنه که من میتونم پرسپولیس استقلال رو بدن ما در کنار سایپا و پیکان این دوتا تیم هم میتونیم داشته باشیم و اون گروه کارشناسی که باید صلاحیت خریداران متقاضیان خرید پرسپولیس و استقلال رو تایید کنه یه گروه کاملا دولتیه، وزیر دادگستری، وزیر ورزش و وزیر اقتصاد. امیر خادم یه مهره است، حالا سویه انتقادات به سمت او در واقع نشانه گرفته شده، ولی در واقع خود دولت تمایلی به واگذاری پرسپولیس استقلال به معنای دقیق کلمه، واگذار کردن این دو باشگاه به مردم نداره و البته قبلا هم تمایل نداشتن دولت‌های قبلی، ولی خب هزینه هاشو تامین می‌کردن. الان تمایل ندارن، می‌خوان این دو باشگاه رو، هزینه هاشون هم تامین نمی‌کنن. بسیار ممنونم از مهدی رستم‌پور، امیدوارم که بحث امروزمون مورد پسند رضایت شما قرار گرفته باشه. ما هر هفته با مهدی میشینیم قبل از برنامه بحث می‌کنیم و اون مسائل روز ورزش رو با هم بحث و بررسی می‌کنیم. این صحبت نمون داره رستم‌پور، من با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. بسیار ممنونم. بینندگان از و ارجمند سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک و پیام بگذارید، ارتباط برقرار بکنیم، ان شاء الله بتونیم در خدمتتون باشیم. بریم بخش دوم اخبار ورزشی با هم ببینیم، بعد خدمتتون هستم.